سلام، خوش اومدین به 50مین شماره از روزنامه توپ. امروز پنج شنبه 4 اسفند ماه، به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگر از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. پشت پرده استعفای احتمالی فتح‌الله زاده از مدیرعاملی آبی‌ها، سقوط استقلال به دسته اول. علی فتح‌الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال هرگز نمیخواد در دوران مدیریتش با حکم انضباطی شدید فیفا مواجه بشه و از این رو به دنبال استعفاه. مسئله مهم در ماجرای بدهی به استراماچونی سقوط استقلال به لیگ یکه، ماجرایی که در حد احتمال یا یک شایعه نیست و به مدیران باشگاه استقلال هم اطلاع داده شده که اگر بدهی به استراماچونی تا 11 فروردین پرداخت نشه، این باشگاه به دسته پایین‌تر سقوط می‌کنه. ادامه جنجال‌های ال کلاسیکوی وطنی، سپاهان مدرک رو کرد، گل پرسپولیس خطا بود. باشگاه سپاهان مدعی شده قبل از به ثمر رسیدن گل دوم پرسپولیس در چارچوب رقابت‌های جام حذفی، داور باید خطای هند بازیکن این تیم رو اعلام می‌کرد. ماجرا از این قراره که طبق ادعای اصفهانی‌ها، پیش از صحنه گل آل کثیر، توپ ارسالی از روی خطا به درون محوطه سپاهان با دست دانیال اسماعیلی فر برخورد میکنه و در برگشت همان توپ در نهایت منجر به گل دوم پرسپولیس میشه. ابهام در حضور لژیونرهای الهلال برابر فولاد. سرمربی آرژانتینی الهلال عصر امروز پس از نشست فنی 4 بازیکن خارجی ترکیب اصلی تیمش برای بازی با فولاد رو تعیین میکنه. حضور گوستاو کوئلار کولومبیایی و آندره کاریلو پرویی در ترکیب اصلی فقط به تصمیم رامون دیاز محدود نمیشه و گزارش کادر پزشکی نقش تعیین کننده‌ای در بازی اونها برابر فولاد داره. برتری شاگردان عنایتی در دیداری دوستانه. تیم نفت مسجد سلیمان در اردوی آماده سازی خود و در دیداری دوستانه در کمپ احمدآباد به مساف تیم صالحین از تیم‌های آسیا ویژن 1 رفت که این دیدار با برتری شاگردان رضا عنایتی همراه بود. در این بازی که با نتیجه 4-0 به سود مسجد سلیمان به پایان رسید، کعبی 2 گل، رضا دهقانی و علیرضا دقاقله گلزنی کردند. رفع محرومیت مدافع باشگاه تراکتور. با اعلام باشگاه تراکتور به دنبال اعتراض تیتی ها به رأی کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت هادی محمدی از 3 بازی در لیگ برتر، کمیته استیناف پس از تشکیل جلسه و با مد نظر قرار دادن دفاعیات باشگاه با کاهش محرومیت این بازیکن به 2 جلسه و اجرای 1 جلسه به صورت تعلیقی رأی داد. سرمربی جدید فولاد انتخاب شد. حمید رجبی به عنوان جانشین جواد نکونام هدایت فولاد رو در دیدار برابر الهلال بر عهده خواهد گرفت. پس از مسابقه با الفیصلی، جواد نکونام سرمربی سرخپوشان اهوازی از سمت خود استعفا کرد. باشگاه فولاد هم با صدور اطلاعیه‌ای با این استعفا موافقت نمود تا نکونام به تهران برگرده.